سلام، روزتون بخیر. توی آموزش های قبلی رسیدیم به جایی که یک روزنامه رو کار کردیم، صفحاتش رو چیدیم، جای عکس ها رو گذاشتیم و الاخر کارهای مختلف رو انجام دادیم. خب راجع به عکس هایی که توی روزنامه میذاریم، یادتون باشه این عکس ها باید طوری کار بشه که مطالب رو زیر خودش قرار نده. از گزینه های فیتینگ باید استفاده میکردیم، یا البته نه فیتینگ، نه رپ اراوند آبجکت شیپ از فیتینگ، گزینه دیگه ای که عکس داخل رو فیت میکنه توی کادر مورد نظرمون. خب چه کاری باید انجام بدیم؟ زمانی که کادری رو میارین روی مطالبتون، اتفاقی که میفته مطالب زیر قرار میگیرن. خب این برای کارمون واقعا بده و خوب نیستش. خیلی ها این اشتباه رو میکنن، یعنی ممکنه توی کارهای اولیتون یکی دو تا از عکساتون، بخصوص اگه زمانی که عکس زیاد دارین، این اتفاق براش بیفته. خب زمانی که کادر رو میاریم روی نوشتمون، توی قسمت بالا گزینه های فیتینگ رو، رپ اراوند رو داریم. خب رپ اراوند کاری که انجام میده، اولین گزینه یعنی اینکه چه نوشته چه عکس، هر کدوم زیر یا رو باشه فرقی نمیکنه، رو هم دیگه تأثیری نداشته باشن. حالا چجوری این رو ببریم زیر؟ من پنل لایه ها رو باز میکنم، این رکتنگله، اگر ببرم پایین تر قرار بدم میره زیر. پس اگر خواستین لایه ها رو جابجا کنین، کافیه توی پنل لایه ها، اون لایه که نقطه آبی داره لایه انتخابیتونه، آبجکت به اصطلاح، جابجاش کنین، چیزی که میبینین اتفاق میفته. یا اینکه کنترل شیفت کروشه رو بزنین. من پنل رو باز میکنم، کنترل شیفت کروشه، نکنین یا میره پایین ترین لایه قرار میگیره یا بالاترین لایه. خب معمولا عکس رو تو لایه بالایی قرار میدیم. خب گزینه ها من روی آیکونش آلت رو کلیک نگه میدارم، روی یکی از این آیکون ها کلیک میکنم، پنجره تکست رپ هم باز میشه. روش دیگه ای که میتونم باز کنم از منوی ویندو تکست رپ هست، یا کنترل آلت دبلیو. چون کلید میانبر زیاد استفاده میشه، میتونین ازش استفاده کنین، یا اینکه خیلی راحت با زدن کلید، گرفتن کلید آلت و کلیک روی این گزینه ها، این پنجره رو باز کنین. تو قسمت های فیتینگ هم به همین صورت. خب چه این پنجره باز شد، چهار تا گزینه اینجا هست که این چهار تا اینجا تکرار شده، اینها برای دم دست بودنه. اولین گزینه گفتم هیچ تأثیری رو اعمال نمیکنه، تکست رپ رو اعمال نمیکنه. دومین گزینه هول باندینگ باکس این کار رو انجام میده. من یک باکس دایره میارم، نگاه کن هر جا من میبرم دیگه متن با توجه به اون تغییر میکنه. اگر یه باکس دایره ای بیارم، اتفاقی که میفته اینم توش رنگ کنیم، به صورت مرز مربعی که دور تا دورش قرار داره، اصطلاحاً توی نرم افزارها بهش میگن باندینگ باکس، نوشته ها اون دور تا دور چیده میشه. ولی اگر گزینه بعدی رو بزنم، دور این دایره چیده میشه. اگه دقت کنین، من دایره رو کمی بزرگتر میکنم، نوشته ها رو ببینین، با توجه به دایره کار شده. و گزینه بعدی کاری که انجام میده، تو این فضایی که دایره هست، چپ و راستش مطلبی رو نمیذاره. حالا اینجا چرا گذاشته؟ چون اصلا اون ستون جدای از این قرار داره. اگه من کمی جابجا کنم، این اتفاق روی این قضیه کار هم میفته. خب حالت ها رو دیدیم، حالا بریم سراغ پنلش. پنل پیجز رو فعلا میبندم. پنلش همون قسمت ها رو داره، یه قسمت اضافه تر داره که میگه که زیر عکس چیزی کار نشه و بره ستون بعدی. این کاربردی که داره توی کارهای کتابهای پر عکس که عکس رو پایین میذارین، این اتفاق میفته یا برعکسش. خب حالا من نوشته ها رو دارم، اگر اینورت رو بزنم، این رو اگر بیرنگ کنم متوجه میشین. خب نوشته ها داخل این محیط قرار میگیره، نگاه کنین. حالا توی این یکی گزینه که نه، توی این دوتا دقیقا نوشته ها معکوس میشه یا اینورت میشه. خب گزینه بعدی نشون میده که تا لبه های کار چقدر فاصله داشته باشه. شما اگه الان این کار رو نگاه کنین، نوشته ها چسبیده به دایره. خب این اتفاقی که میفته یه حالت خیلی بدی داره. معمولا توی کارمون ما میایم یک فاصله 2 تا 3 میلی رو حداقل به کار
میدیم، خیلی تمیز میشینه توی کار رو، این اتفاق برای ما میفته. گزینه بعدی زمانیه که من شکل های دیگر رو انتخاب میکنم، میتونم جهت های بالا پایین چپ راست رو متفاوت انتخاب کنم. نگاه پایین هر طرف رو میتونم با توجه به سلیقه‌ای که دارم مقدار فاصله رو بهش بدم یا قفل وسط رو بزنم دور تا دور رو کار کنم. تو این حالت یک عدد فعاله، چون مثلا دایره جهت نداره دیگه، بر اساس شکل ما داریم کار میکنیم و چون شکلش یک تیکه است و نمیشه کارش کرد، به همون صورت یک حالته داره یا به صورت کلی داره. خب حالت اولو که میذارم هیچ گزینه فعال نیست، اصلا تکست رپ فعال نشده. حالت دوم گزینه های اول فعال، اینورت رو میتونم فعال کنم، یعنی نوشته ها میاد داخل فضا قرار میگیره. تو قسمت رپ آپشن میتونم مشخص کنم این تاثیر روی سمت راست باشه، سمت چپ باشه، هر دو طرف باشه، به سمت عطف کار باشه. یعنی اگر من ببرم صفحه کناری کارش چپه میشه، آینه ای میشه، به سمت بیرون عطف باشه یا خلاف جهت عطف، یا طرفی که فضای بیشتری داره. خب قسمت بعدی هم دوباره همین گزینه ها رو دارین، میتونین تست کنین و ببینین چه حالتی رو داره. خب تو این گزینه دیگه حالت بود سایت رایت و رفت فعال نیست، چون اصلا عملا داره میگه که توی محدوده که این عکس هست نوشته دیگه قرار نگیره، و این هم که داره میگه تو اون ستون قرار نگیره. خب این گزینه ها رو دیدیم برای تکست رپ استفاده میشه، حتما استفاده کنین. حالا کادرتون چی باشه؟ من اینجا کادرم دایره بود، یعنی مثلا برای عکس بود یا برای چیز دیگه، همینطور همینجا. ولی ممکنه شما متن داشته باشین، مثلا من میخوام یه میان تیتر بنویسم، میام یه پاراگراف رو انتخاب میکنم، مطلبم رو میذارم داخلش، برای میان تیترم هم استایل تعریف میکنم، فرض میکنم مثلا سایزش رو کوچیکتر میکنم، بولدش میکنم و رنگشم خاکستری میکنم. خب این رو میارم وسط متنم میذارم، این فونتش هم عوض کنیم. بی تیتر. چنین کاری رو انجام دادم، اتفاقی که میفته باز میبینم بالا پایین کارم به مشکل خورده. میام حالت تکست رپ رو براش فعال میکنم و از کادری که میکشم کارم به همون صورت قرار میگیره. حالا ممکنه شما بیاین مثلا این کادر رو رنگی کنین، من فعلا فقط در حد مثلا چنین کاری. بعد توی قسمت تکست کنترل A رو میزنم، فاصلش رو از لبه های کادر بیشتر میکنم. اینها رو قبلا توضیح دادم، بازم یه نگاهی بندازین تا اون چیزی که میخوام به دست بیارم. یا مثلا میگم تعداد خطوطم زیاد شد، با قسمت فشرده سازی یا از حالت کشیده خارج کردن محتویاتم رو به اون حالتی که میخوام میرسونم. این میشه تقریبا یه کار کردنم. یا ممکنه من مثلا کادر رنگی ندم به این کار، نون بزنم، ولی با کشیدن یه سری خطوط این رو متمایز کنم. فرض کنین چه این چیزی رو کشیدم، یا یک مربع میکشم، شیفت رو نگه میدارم، 45 درجه میچرخونمش، میبرم وسط این شکل، رنگ داخلش هم مشکی میکنم. اینها رو کوچیک
ممکنه کل کار رو بیام قرمز کنم. اوه مرحله آخر حتما حواسم هست که اون شکل پشتی انتخاب نباشه. یکم انتخاب کردن توی این دیزاین به نسبت نرم افزارهای دیگه هم آسونه هم ممکنه دردسرساز باشه. مثلا نوشته زیر رو من نمیخوام انتخاب بشه، همینطور این رو. به این کادر انتخابتون حتما نگاه کنید. خب این رو هم قرمز. خب این رو کنترل جی میزنم، گروپ میکنم و توی قسمت پایین هم ازش استفاده میکنم. باز هم خیلی هم میپرسن که این خلاقیت ها رو از کجا بیاریم؟ عملا تعریف خلاقیت یعنی یک کاری که بقیه انجام نمیدن یا آوردن یه چیزی که اصلا چی میگن بقیه در نظر نمیگن. یعنی با دو تا شکل ساده، البته این تقارن نداره، باید کامل متقارن کار کنیم. با آوردن دو تا شکل ساده تونستیم این کار رو انجام بدیم. این کار رو که انجام دادیم، من اینها رو به این صورت، اول اینها رو کنترل جی انتخاب میکنم، با اینها وسط در وسط میچینم. خب با یک کار ساده رنگ و روی رو به کارمون میدیم که تو کار دیگران نیست. بعدم دقت کنین با همین یه ذره اختلافی که اینجا هست کار شما خیلی تغییر میکنه. یعنی من اگه همین کار رو همینطوری بذارم در حالی که خیلی در حد 1-2 میل اختلاف داره، ولی توی چی میگن عدم زیبایی کارم خیلی تاثیر داره و برام درد سرساز میشه، کیفیت کارم رو بالا میبره، پایین میبره. میتونم بگم کسایی که حرفه‌ای کار میکنن و کسایی که مبتدی کار میکنن، شاید 50-60% تفاوت اصلیشون یکی توی سرعت، یکی هم توی دقته. خب این کار رو انجام دادم. اگر جای دیگه هم خواستم این متن رو ببرم، میتونم ازش استفاده کنم. فرض کنیم مثلا چه این کاری این دفعه هم بیام اینها رو به این صورت بذارم. خب خطوط ممکنه، مثلا من خطوط رو آوردم گذاشتم و چنین حالتی پیش اومد. میتونین به صورت جدا تکست رپ رو اعمال کنین، خب، یا اینکه هر سه تا شکل رو با هم انتخاب کنین، مثلا کنترل جی گروپ کنین بعد تکست رپ رو انتخاب کنین. بسته به کاری که دارین انجام میدین ممکنه متفاوت باشه. این الزامی نداره که حتما همیشه یک مدل کار کنین. تمام راه ها و امکانات هست برای اینکه بتونین با روش های مختلفی کار کنین. خب این هم از تکست رپ. فیتینگ رو من یک بار دیگه توضیح میدم چون گزینه مهمیه و بعد میریم سراغ لایبرری یا یکی از قسمت های مهم این دیزاین. خب فیتینگ رو همونطور که گفتیم زمانی که ما یک دونه عکس رو لود میکنیم توی صفحمون، یعنی ما از دسکتاپ عکس رو بیاریم. خب کادر آبی کادر فریممون هست و اگه کلیک کنم روی این عکسمون، کادر قهوه‌ای کادر عکسمون هست. به هر طریقی که عکس آوردیم خیلی وقتا این دوتا با هم یکی نیستن. فیتینگ ها، اگر کلید آلت رو بگیرم پنجره فیتینگم باز میشه. روی اینها کلیک کنم، پس آلت کلیک روی ایکون های فیتینگ، فریم فیتینگ آپشن رو باز میکنه که مسیر دیگرش از قسمت آبجکت فیتینگ قرار داره. کلید های میانبرش مشخصه، من یک توضیحی میدم. اگر بخوام عکسم کاملا تو این فضا بیفته و پرش کنه، یعنی عکسم اندازه فریم من باشه، پر کننده فریم من باشه، کنترل آلت شیفت سی رو میزنم. اگر میخوام عکسم داخل فضا کامل قرار بگیره، کنترل آلت شیفت ای رو میزنم. پس یک بار دیگه کنترل آلت شیفت سی برای اینکه عکس پر کننده فریم باشه، و حالت دوم برای اینه که عکس کنترل آلت شیفت ای برای اینکه عکس کامل داخل این فضا قرار بگیره. خب من کمی عکس رو جابجا میکنم، به این صورت قرار میدم. گزینه سنتر رو داریم، سنتر تو کانتنت دقیقا مرکز میاد میچینه. فیت فریم تو کانتنت فریم رو اندازه
عکس میکنه که اینها گزینه هایی که کمتر کاربرد داره. ما معمولا اول جاهای عکسامون رو مشخص میکنیم، بعدا عکس ها رو میاریم. و گزینه بعدی هم فیت کانتنت تو فریم هست که میاد دفرمه میکنه. ولی طبق گزینه هایی که بهتون گفتم، این دوتا گزینه بیشترین کاربرد رو داره و بعد هم گزینه های بعدی. کلیر فریم فیتینگ آپشن رو هم که بزنم، تنظیمات رو از اون حالتی که هست در میاره. کنترل آلت شیفت سی رو زدم که دقیقا وسط کار قرار بگیره و با کمی جابجایی کردن اون عکسی که میخوایم رو جایگزین میکنیم. اینها هم از گزینه های فیتینگ. راجع به یه گزینه دیگه هم صحبت کنم. زمانی که اوتو فیت رو میزنیم، من اگر کادر عکسم رو بزرگ کنم، عکسم هم بزرگ میشه. اگر اوتو فیتینگ نباشه، من کادر رو فقط دارم شیفت رو نگه میدارم، بزرگ میکنم، عکسم بزرگ نمیشه. برای اینکه اوتو فیتینگ رو فعال کنم، کنترل و شیفت رو میگیرم. کلید کنترل برای فیتینگ کاربرد داره، یعنی اینکه برای اوتو فیتینگ کاربرد داره و این کار رو انجام میده. خب آلت رو بگیرم، مجددا پنجره رو باز کنم. حالت فیتینگ رو میتونم بر اساس نقطه مرکزی یا نقاط دیگه کار کنم و اینکه اون جسم رو، اون عکس رو مشخص کنم که از بالا و پایین چقدرش برش بخوره. نگاه یا جابجا بشه. من الان دارم این رو جابجا میکنم. پس این کراپ اراوند اماونت کاری که انجام میده همون اضافه هایی که از عکس خارج قرار میگیره. یعنی اگه من گزینه رو صفر بزنم، کامل توی فضامون قرار میگیره. اگر منفی بذارم، همینطور کوچیک‌تر میشه عکسم. و گزینه های دیگه، اوتو فیتینگ رو هم که بزنم بر اساس حالتی که میذارم براش، بر همون اساس یه حالت تغییر میکنه. خب کار رو به همین صورت نگه میدارم، میریم سراغ قسمت بعدی یا لایبرری.